سلام، خدا قوت. سلام آمو. ما میخواییم بریم کپکان. اشتباهی اومدی جونو. این جدک تو مخوره سمت رودخانه، همون یکیه. خسته نباشید. سلامت باشی. مد الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات مراسم بیاد بود شهید احمد ایزدخان مبارز قهرمانی که به دست مزدوران و شکنجگران رژیم دتمنش شاهنشاهی به فجیع ترین شکلی در شکنجگاه های مخوف سواک به شهادت رسیده لا اله الا الله جان آقا مهدی جان برادرم چرا خودتو در مزان اتهام قرار میدی؟ این دختره رو آوردی اونجا رها کردی تو اون باغ، نمیگی مردم چی میگن؟ برات حرف در میارن؟ نمیگی مردم میگن؟ استغفر سید قرار بود کسی نفهمه. این روزا همه چیزو میفهمن، برای که مردم دوست دارن از کار دیگران خبردار بشن. پس ممکنه جون اونم در خطر باشه. زودتری فکری براش بکن، فقط خودت سعی کن اون برای آفتابی نشی، نظر بیشتر بهت مشکول بشم. با خدا خیرت بده. چشم یا علی لطفی این تشریفو میکن. شادی روح شهید احمد ایزدپناه سلام. الله سلام احمد آل محمد. Thank you.
امروز دو نفر سراغ تو میگرفتن. تو نمیخوای فکری به حال خودت بکنی؟ آدرس منو بهشون دادی؟ کافیه تو بگی بله. اون وقتی که کسی جرأت نمیکنه نگاه چپ بهت بکنه. فکر کردم انقلاب شده آدم شدی. اونایی که سراغ تو میگرفتن آدمای راحتی نبودن. اندازه تو نیست پسر جون. خانم عزت بنا تسلیت میگم، خدا بیمارده. زحمت کشین، قدم رنجه فرمید. قربان شما، با اجازه. خواهش خانم جانا تسلیت میگم، خدا صبرت. قربون قدمتون، ببخشید، خیلی ممنونم. خواهش شادی به خونتون بگید، بفهم، خواهش بگید. رضا جان، بیا پسرم، من بازم تسلیم. خیلی زحمت کشیده تشفا بودید، خدا هم باد شما را بیامرز. من هم شرکه غم خودتون، ببخشید. عزیزم، برو بودو مهنیز بیا. رضا جان، بودو، بودو بابا. واقعا هیچ کس تصور نمی کرد که رژیم تا این حد قصاوت به خرج بده. داستان برادرتون همه ای ما را حیرت زد. ممنونم عزیزم. کجا کجا، شما کجا؟ نه مهنازو بیا برم دیگه. شما بفرمایید، من خودم مهناز رو صدا کنم. لطفاً مهناز خانم رو صدا کنید. بله ننه جور، پاش کرده توی یک کفش. الا بلا میخوام عکسای جنازه احمد رو ببینم. منم موندم چیکار کنم بالاخره؟ مادر دیگه. نه نه نه، واقعاً صلاح نیست که ایشون ببینه. منم که دیدم خودم منقلب شدم و متاسف شدم که با همچین حکومت جنایتکاری خدمت میکردم. شما خودتون سرزنش نکنید، البته همه ما مقصریم. خدا کنه که فرصت جبران برای من یکی پیش بیاد. البته. آقا مهدی، بابا بیا. جانم. چرا از برادرهای ارتشی خوبی مثل جمسرهنگ استفاده نمی کنی؟ اتفاقا به مهناز خانم گفتم. بچه ها تو کردستان دنبال اینن که بتونن شبکه بیسیم ضد انقلاب رو شنود کنن. مگه اونجا دستگاه شنود نداره؟ پاسدارای انقلاب اونجا از نظر تجهیزات بد جوری تو مزیقن. من میتونم یه شبکه، یه سیستمی را بنازم که شبکه شنود داشته باشه و بتونید رو مکالمات اونا سوار شید. جدا؟ آره. همین که خیلی عالیه. در خدمت هستم. ان شاء الله که به آخرتون باشه و تو شادیات. متشکرم، خیلی زحمت کشیدید. سلام عزیز. فقط ببخشید. تو اجازه بدید. ببخشید مناس کنم. میگم از شهره چه خبر؟ اون که خیلی راضیه. با پدرم صحبت کرد. اون نباید اونجا بمونه، باید بره یه جای شبیه کمیته امداد مشغول به کار بشه. چون هم امتره هم بهتر. خب ضامن میخواد. پدرم ضمانتشو قبول میکنه. چه خوب.
مهناز. اومدم بابا جون. من باید برم. خدا نگهدار. سلامت. خیلی زحمت کشیدید. هم آخرتون باش. ممنونم. بابت پیامیام که فرستادید ممنونم. خواهش می‌کنم. دیگه من به نمایندگی از بچهای سایت اومدم دیگه. خودت وضعیت سایت رو می‌دونی که چه شده. بله ممنونم. با اجازهت. خدا حافظ. خدا حافظ. یه لحظه بشین کارت دارم. جونم. میگم از ایسکا چه خبر؟ غریبه ای که نیومده سایتتون. یعنی قضیه اینقدر جدیه؟ به نظر من بهتر الان اونجا باشی چون هر آن ممکنه سر و کله‌شو پیدا شه. آخه الان که وسیله ای نیست. بعدم تازه ما باید یکی از کارگرای موتورخونه رو که بر دست آمریکایی‌ها بوده با خودمون برگردیم. تونستی سوار کار بشی؟ الان که هنوز خیلی زوده. ولی چشم، همه تلاشمون رو. من فکر می‌کنم بهتره که به برادرای دوروبرمون اعتماد کنیم. موافقم. نظرید از عملیاتتون مطلع بشم. توی پایگاه پشتیبانی سایت همه به کارت سرک میکشن. امروز خوب استراحت کنید. سروان مجدی کاملا توجیه شده. اگه هر مشکلی براتون پیش اومد فوری به من گزارش بدید. رئیس همه چیز رو به راهه. میگم دوباره از طریق دولت اعلام بشه که برای بازدید سایت به اونجا اعزام شدید. اگه بازم کاری از پیش نرفت چی؟ خب در این صورت اگه مشکلی پیش اومد پلن بی رو اجرا کنید. تمام. تام؟ الحمدلله اصل پنجم اصل ولایت فقیه هم رأی خیلی بالایی آورد. معلوم شد کیا رأی منفی دادن؟ بیشتر طرفدارای نهضت آزادی و حزب خلق مسلمان. ای بابا طرفدارای آقای شریعت مداری چرا؟ ترجمهش کن بدم لینکی. چشم بابا. مخالف اصل ولایت فقیه. بله درسته، اینا رو میدونم. این جلسه برای چیه؟ آره واقعا چی شده که همه ما رو دور هم جمع کردید؟ اونم یه دفعه؟ روسا موضع جدیدی گرفتن؟ نه، دیگه رشته کار ایران از دستمون در رفت. آقایون، همین الان با خبر شده که اصل ولایت فقیه علی‌رغم همه تلاش‌ها و مخالفت‌های طرفداران ما در مجلس خبرگان به تصویب رسید. چی؟ بالاخره تصویبش کردن؟ بله. متاسفانه هرچی تو این 25 سال کاشتیم داره پنبه میشه. حالا مگه این ولایت فقیه چه اهمیت ویژه‌ای داره که این همه براش افتید؟ خمینی اول گفت سیستم جمهوری رو انتخاب کرده و ما فکر کردیم اینم یه نوع دموکراسیه و نقشمون این بود که نیروهای نفوذیمون این حکومت جدید رو به کنترل ما در بیارن. اما حالا ولی فقیه همه چیز رو عوض میکنه. مگه اون چقدر میتونه موثر باشه؟ هنوز نمیدونیم. فقط احساس میکنیم این حکومت دیگه از سیطره ی آمریکا خارج میشه. با این کار یه روش حکومت داری متفاوت در دنیا را میفته. اومدیم از سایت بازدید کنیم. کسی به ما چیزی نگفته. دیشب هم که از پایین تماس گرفتین گفتیم که اجازه انجام چنین کاری رو نداریم. اینا متخصصین سایتن. دولت با سفارت آمریکا هماهنگ کرده که اینا بیان بازرسی کنن، ببینن، سرکشی کنن. همینطوری که بلند نشدن بیان که. شما خودتون بهشون اعتماد دارین؟ تضمین میکنین که نرن بالا خرابکاری کنن؟ این به شما نیومده عزیز من. شما دستورات دولت رو اجرا کن. ما فقط دستور امام رو اجرا میکنیم. عزیزم دستورات امام هم دستورات دولت دیگه. نه این دولت مسیرش رو عوض کرده. یعنی میگید امام گفته دستورات دولت رو زمین بگذارید؟ امام گفتن هر جا که آمریکایی‌ها پاشونو بذارن باعث فساد میشن. من اینو به فرماندهی گزارش میدم. شما داری خلاف مقررات رفتار میکنی. دادگاهی میشی. گفته باشم اینا همینطوری سر خود که بلند نشدن بیان اینجا که
شما میتونید وارد شید، اما آمریکایی‌ها نه. What happened? Don't let us in. Has this country fallen to the Soviets? Under the control of Imam Khomeini. I told you. The Ayatollah's Revolutionary Guards are tougher than the Red Soldiers. So much for the Pentagon's hopes of the government's promises. تهران سه روز قبل. خسته نباشی رفیق. اعتراض به دستگیری فدایی خلق رفیق بکتاش. بیا که رفیق عباس کارت داره. تم بیارم. بیا دیگه. سلام. خوبه؟ خوبه. قاسم تو دیگه یه عضو عادی سازمان نیستی، لازم نیست بازم به نظافت و اینجور کارا مشغول باشی. بشین. نه آقا اب نداره، بالاخره کی باید این کارا رو انجام بده دیگه. برمیگردی ولایتتون، اونجا مسئول شاخه جوانان درگز شدی. چطوره؟ نه آقا عالیه. زیر نظر عنایت بعد از رفیق بکتاش الان دیگه با اونا کار میکنی. وسایلتو جمع کن، امروز راهی هستیم. آقا پس شوره چی میشه؟ شوره یه اپورتونیسم خائنه. اولین کار تو اینه که اونو به سزای عملش برسونی. اون یه مهره سوخته است، باید تصفیه بشه. باید چیکار کنی؟ شوره به سازمان پشت کرد. سزای کسی که به سازمان پشت میکنه حذفمونه. این برای سازمان یه امر حیاتیه. خودش فهمیده چه غلطی کرده، مخفی شده. خیلی خوش خیاله، اما نمیدونه که یه ردی ازش داریم. به محض اینکه اونو پیدا کردیم بهت بگیم که چه کار بکنیم. آقا این شهره اپورتونیست کرده چیکار کرده؟ یعنی فرصت طلبی کرده، یعنی از اهداف سازمان برای اهداف شخصی خودش استفاده کرده.
بریم را بیفتیم. آها این اپورتونیوسس جدیه؟ واقعا این کار کردیم؟ تو را برای توضیح میدیم. شهره درو واکن مایا. شهره درو واکن مایا. شهره
خب حالا چیکار باید بکنیم؟ برگردیم تهران؟ من منتظر دستور تهرانم. تیمسار باقری فرمودن اینا حتما باید وارد سایت بشن. دو روز هم اونجا کار دارن. خب چرا تیمسار باقری به نیروهای تحت فرمانش تو این سایت نمیگه مستقیما؟ اونا اون بالا برای خودشون حکومت را انداختن. به اسم انجمن اسلامی هر کاری دلشون بخواد میکنن. شاید واقعا اینا خرابکارن. بهشون حق بده که اینا رو راه نمیدن. تو ارتش اصلا از این حرفا نیست. قربان یه زن تیر خورده. نگهبانای ما زدنش؟ نه خیلی قربان. از کاری کیه؟ نمیدونم. بریم ببینیم چه خبره. بفهم. What's happening? What was the shooting for? Nothing. Don't worry. تکون نخور الان بلد آمبولانس میاریم. روشنی برو بگو آمبولانس بیا. قربان اینا سه نفر بودن، مرده و پسر فرار کردن. یعنی دنبال چی بودن؟ قربان فکر کنم دعوا ناموسیه. دهاتی ها غیرتی هن. برادره ممکنه به خاطر این قضای خواهرشو بکشه. بارو بابا خیال بافی نکن. ببینم تو برو سریع آمبولانس خبر کن. بودو یا سربان من اینا رو پیدا کردم. اینا کجا بوده؟ اینا از اصلحه که از شلیک شده پوکه های کلاشینکوف نجسه. خب پس معلومه کار نگهبانای ما نبوده. باشه بریم.
هالک باید همین اطراف باشه. تو اون ور رو چک کن. ویلیام مراقب باش. دنبالم بیا. کلید برق باید همینجا باشه. دیواره جنوبی، دو متری پیچ دوم تونل. سریع‌تر بریم. چیزو زده ریخته به هم. خودش همه چیزو داغون کرده. طبق این نقشه کیف باید اون تو باشه. لیزیکت و دوتا از ریدوم ها رو از کار انداخته، اما اون چیزی که مهمه اتاق عملیات و اتاق رمزه. چطور میخواییم وارد سایت بشیم؟ دیدی که صبح انقلابی ها اجازه ورود بهمون ندادن. به نظرم اونا دست ما رو خوندن. نه، اون از روی یه حساس آمریکایی اجازه ورود بهمون ندادن، اما فردا ورود به سایتمون عملیاتی میشه. پس میخوای الان برگردیم؟ معلومه. نمیخوای که بیگودار با آب بزنی. بله شهاب جان، بگوشم، میشنوم، بگو. سید جان، گوشی دستت باشه، با جناب سروان عباسی صحبت کنید لطفا. شما کجای ما هرچی تماس میگیریم؟ سید جان، خسته نباشی، مهدی اونجاست؟ یک ساعت مهدی اینجا منتظر شماست. ما نگران وضعیت سایت شدیم. بله، یه ماشین تو گردنه خراب شده بود، مجبور شدم وایسم کمکشون کنم تا ماشینشون درست بشه.
بسیار خوب. گوشی با مهدی صحبت کنیم. سلام سروان. معلوم از کجایی چی کار میکنی؟ حالا تو چرا اینقدر مضطربی؟ من گفتم نکنه خودت هم گیر افتاده باشی. اونجا چه خبره؟ ما اینجا بچه ها آماده باش داریم. اگه تا نیم ساعت دیگه نمی اومدید ما می اومدیم بالا. باشه، خیلی ممنون مهدی جون. تو خبری که داده بودی ما آماده بودیم. عباسی جان میتونی دقیقاً بگی اونجا چه اتفاقی افتاده؟ مهدی جان همونطور که گفته بودی اینا برنامه خرابکاری داشت. با حکم و دستور فرماندهی. منتها بچه‌ها غیرت به خرج دادن و مانعش شدن. ممنون، خبر خوبی بود. فقط بهشون بگو حواسشون رو جمع کنن. عباسی جان فقط مراقب باشید، ممکنه بخوان دوباره به سایت نفوذ کنن. مهدی جان شما به ما نگفتی که از کجا خبردار شده بودی؟ منبع خبری ناشناسه. نمیدونم کی و چرا این کارا رو میکنه. خب پس باید وطن پرست انقلابی باشه. اگه یه روز فهمیدم کیه میارمش یه مدال افتخار بهش بدین. از آمریکایی‌ها چیزی دستگیرتون شد؟ مهدی جان یه خبر خوب دیگه هم برات دارم. بگوشم سروان. ببین ما از اینا یه کیف گرفتیم که من فکر میکنم نقشه خرابکاریشون توی همین کیف باشه. البته الان سرهن شریف زاده و بقیه همافرا دارن روش فعالیت میکنن. من فکر میکنم با وجود همین نقشه ما بتونیم همه چی رو برگردونیم سر جای اولش. خب از این بهتر نمیشه. سلام منو به سرهنگ و بقیه پرسنل سایت برسون. باشه ممنون. خداحافظ. تمام. خداحافظ تمام. ممنونم. سرن چه خبر؟ امیدی هست؟ داریم همه ی تلاشمون رو میکنیم. امیدوارم بتونیم به نتایج خوبی برسیم. مطمئنی؟ کار خیلی سختیه. چون کاملا برنامه ریزی شده و از روی دستورالعمل این خرابکاری رو انجام دادن. تمام سعیمون اینه که همه چیز رو برگردونیم سر جای اولش. ببینم چه میکنی سرنگ. خسته نباشی. ممنونم. سلام سروان. خواب که نبودی؟ سلام. نه. اتفاقی افتاده؟ سروان به نظرت این آمریکایی‌ها الان کجا هستن؟ اونا الان باید نزدیکای گرگان باشن. می‌خواستن برن سایت بهشهر. نه خیر سروان نرفتن. قصدشون هم تخریب بوده و خرابکاری. ظاهراً دست بردارم نیستن. تیمسار خودشون زنگ زدن گفتن اینا دارن میان اوضاع فنی سایت رو چک کنن. دولتم تایید کرده. انتظار داشتم من چیکار کنم؟ انتظار داشتم بگی که این موقعیت زیر نظر تو نیست سروان. این حرف توه. ولی به لحاظ سازمانی همتون نیروهای تحت امر منید. پس بیا بالا مهمونه ناخوندت رو تحویل بگیر خودت. باور کن من اصلا فکرشم نمی کردم بخوان مثل رنجرها بیان اونجا. ماموریت شما چیه؟ What is your mission? Your country has borders with the Soviet Union. A communist country with a horrendous atomic power. It's dangerous for both your country and ours. نزدیک کشور شما شورویه. یه کشور کمونیستی با قدرت اتمی زیاد که برای هر دو ملت خطرناکه. فعلا که خطر شما آمریکایی‌ها برای ما بیشتره. For now on, you Americans are more dangerous for us. You're wrong. The Russians want to capture the site in good condition. You don't want this, do you? اشتباه میکنید. روس‌ها میخوان اینجا رو به صورت سالم تصاحب کنن. شما این رو که نمیخواین. پس خودت داری اعتراف میکنی که برای خرابکاری اومده بودین. So you admit that you came for sabotage. Your government is responsible for the lives of foreign diplomats. دولت شما مسئول جون دیپلمات‌های خارجیه. اوه، پس دیپلمات هستید شما. میتونم بپرسم سمتتون چیه؟ So you are a diplomat. Can I ask you what is your job position? Your government knows it. میگه دولتتون میدونه.
بعد دولت میدونه که شماها دزدکی وارد کپکان شدین؟ Does the government know you came over here sneakily? This place belongs to the United States of America. چی میگه؟ میگه اینجا متعلق به ایالات متحده است. میشه بفرمایید دیگه کجاهای این مملکت متعلق به شما است که ما از اونجا بریم بیرون؟ Where else of this country is yours? اینا رو ببرید تو سر. تل اس. سر با مجیدی بدید. تل اس. تل اس. We get out of it.